انقلاب اسلامی، پدیده‌ای که واکنشی متفاوت در میان توده‌های مختلف مردم داشت. بسیاری شروع این دوران جدید در ایران رو جشن گرفتن و عده‌ای اون رو پایان ادامه زندگی خودشون در ایران می‌دونستن. ایرانی‌هایی هم بودن که در بیرون از ایران این اتفاق‌ها رو دنبال می‌کردن و با تردید به برگشتن به وطن فکر می‌کردن. بیش از 100 نفر از ایرانیان قربانی حملاتی خواهند شد که در خارج از ایران به وقوع خواهد پیوست. ترورهای از پیش تعیین شده در یک کمپین طولانی بر علیه مخالفان حکومت. چه کسانی مسئولیت این حملات را به عهده داشتند و طراحان آن که بودند؟ آیا کسانی که دستور این کشتارها را صادر کردند هرگز شناسایی شدند؟ برخورد دولت‌های خارجی وقت با این همه کشتار در داخل مرزهاشون چی بود؟ و در آخر اینکه این ترورها چه تأثیری بر زندگی روزمره ایرانیان داشته؟ مفسد جوها که می‌خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را به دهان اونها مشت بزنید. شهریار شفیق، افسر نیروی دریایی شاهنشاهی، فرزند اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه بود که بالاترین مقام نظامی را در کل خانواده سلطنتی داشت. او همچنین آخرین بازمانده از خانواده سلطنتی بود که خاک ایران را از راه دریا به مقصد کویت ترک کرد. 9 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در پاریس و با یک ویزای 3 ماهه به فامیل و خانواده‌اش پیوست. بی‌خبر از اینکه زندگیش تا 3 هفته دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. با اینکه شهریار شفیق در یک محله آرام مسکونی در پاریس مشغول به زندگی شده بود، محبوبیت او در بین پرسنل نیروی دریایی باعث نگرانی حکومت اسلامی بود که مبادا شورشی در حال شکل گرفتن باشد. اسم شهریار شفیق وارد لیست ترور جمهوری اسلامی شد. L'assassinat à Paris aujourd'hui vers 13h du neveu de l'ancien Shah d'Iran au moment où il rendait visite à sa mère, la princesse Ashraf, la sœur de l'ex-empereur d'Iran. زندگی شفیق در این کوچه بن‌بست کار رو برای تروریست‌ها راحت‌تر کرده بود. شهریار شفیق ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر ماه سال 1358 وقتی خونه مادرش رو در پاریس ترک کرد، به ضرب 2 گلوله به پشت گردن و سرش به قتل رسید. زاره پس از انجام قتل متواری شد. شهریار شفیق در اون زمان 34 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. ترور با دقت بالای نظامی انجام شد، به صورتی که جایی برای عکس العمل و دفاع برای شفیق باقی نذاشت. قاضی دادگاه‌های انقلابی وقت، شیخ صادق خلخالی، مسئولیت این ترور رو بر عهده گرفت. خلخالی که به خاطر صدور دستور اعدام‌های مکرر به قاضی اعدام معروف شده بود، اعلام کرد که ترور توسط گروه فدایان اسلام انجام شد. اما هیچ کس در رابطه با قتل شفیق شناسایی نشد. پاریس به اولین مرکز برونمرزی ترورهای حکومت تبدیل شد، به طوری که کمتر از 1 سال بعد از ترور شفیق، تنها 2 کیلومتر دورتر از ویلا دوپون، پاریس باری دیگه شاهد حمله‌ای بود که بعدها عواقب قابل توجهی را برای شهروندان این شهر و همچنین دولت فرانسه به همراه داشت. هدف اما این بار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود. بختیار بعد از پناهندگی سیاسی در فرانسه، در اون زمان در آپارتمانی در یک محوطه محافظت شده در پاریس زندگی می‌کرد. 5 نفر مسلح شامل اعضای گروه فتح از فلسطین با کارت‌های مطبوعاتی جعلی بعد از رد شدن از محافظانی که برای بختیار در نظر گرفته شده بودند، وارد آپارتمان شدند.
تیم ترور به راحتی از پلیس‌های بیرون از ساختمون گذشتن و وقتی داخل شدن شروع به تیراندازی کردن. تلاش تروریست‌ها برای شکستن در آهنی خونه بختیار بیفایده بود، چون زنجیر آهنی که به وسیله یکی از بستگانش به در بسته شده بود اونها رو از مرگ نجات داد. در حالی که تروریست‌ها در حال فرار بودند، تجمع نیروهای پلیس در محل بیشتر و بیشتر می‌شد. در درگیری بین پلیس و تروریست‌ها، برنارد ویگنا، یکی از مأمورهای پلیس فرانسه که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای همیشه ویلچر نشین شد. سه مأمور دیگه به همراه خواهر همسایه بختیار در اون روز سرنوشت ساز مجروح شدند. در حالی که تروری ناموفق به درگیری شدید تبدیل شده بود، تمامی تروریست‌ها دستگیر شدند. انیس نقاش، عامل اصلی و طراح این ترور، لبنانی زاده‌ای که داوطلبانه به این گروه پیوسته بود. نقاش باور داشت که بختیار همچنان تهدیدی بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. حکم اعدام دکتر بختیار به گفته خود انیس نقاش در دادگاه انقلاب صادر شده و آیت الله خمینی هم اون رو تایید کرده بود. نقاش به همراه همدستانش محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. اما زندانی کردن نقاش و همدستانش یکی از بهانه‌هایی بود که منجر به ایجاد خشونت و ترورهای بیشتری در آینده از سمت حکومت ایران در خاک فرانسه شد. چند سال بعد از محکومیت انیس نقاش و شرکاش، جمهوری اسلامی شروع میکنه به فشار آوردن به دولت فرانسه برای آزاد کردن نقاش و وقتی این فشار ها نتیجه نمیده، در اواسط دهه 60 هجری شمسی ما شاهد یک سلسله بمب‌گذاری و عملیات تروریستی هستیم در پاریس، در معابر عمومی، و همزمان چند دیپلمات و روزنامه‌نگار فرانسوی در لبنان به گروگان گرفته میشن و دولت میتران تحت فشار مجبور میشه که انیس نقاش رو آزاد بکنه، یعنی بهش عفو بده، و ایشون در سال 1990 که میشه همون 1969 و به ایران برگردونده میشه. ترور نافرجام دکتر بختیار تنها تروری نبود که در تابستون سال 59 صورت گرفت. در همون تابستون سوءقصد دیگه‌ای، ولی این بار در آمریکا انجام شد. در اوایل سال 1359 واشنگتن، تابستانی که با سرازیر شدن موج ترورهای حکومت به پایتخت ایالات متحده خبرسازتر از همیشه شده بود. هدف علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان رژیم پهلوی. طباطبایی یکی از صریح‌ترین مخالفان آیت الله خمینی بود که از محل زندگی او در مریلند به عنوان مکانی برای گردهمایی اعضای گروهش بنیاد آزادی ایران استفاده می‌شد. دیوید بلفیلد، سیاه‌پوستی آمریکایی که به اسلام تغییر مذهب داده بود و اسمش رو به داوود صلاح الدین، برگرفته از صلاح الدین ایوبی، تغییر داده بود، ترور طباطبایی رو به عهده گرفت. داستان رو از زبان خود بلفیلد بشنویم که در اون زمان در دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد. Conspiracy to overthrow the Iranian government. One of the targets. And so what, in effect? Well, he asked for it to happen. You're using euphemisms. He asked. Well, he asked for the man to be killed. Okay. He asked for you to kill the man. Yeah. Mm-hmm. He asked me. Yeah. He asked me if I would kill the man. Yeah. And I said, yeah, I would. مهلتی 5 روزه و 5000 دلار به بلفیلد داده شد تا طباطبایی رو به قتل برسونه. کاری که او با خونسردی کامل و با خلاقیتی منحصر به فرد انجام داد. بلفیلد با پرداخت پول به یکی از دوستان خودش که در اداره پست آمریکا کار می‌کرد، ماشین پستی او رو مشابه ماشینی که در این عکس می‌بینید قرض گرفت.
تا در نقش یک پستچی به منزل طباطبایی بره. اون اسلحه خودش رو در داخل یک بسته پستی مخفی کرد و داستان ترور طباطبایی رو در یک مصاحبه تلویزیونی اینجوری تعریف میکنه. The package was facing him. A second package was beneath that package. I had them in my hand. With one hand? With one hand. In this bottom package, there's a pistol, and it's held flat, and three times point blank range. You squeezed three shots. Three shots. Did you see them hit the target? I saw his clothes jump and the dust jump out of his clothes. And any words said? No, nothing was said. Just our eyes locked. And he gave me the very strong impression of a man who was expecting to die. طباطبایی درست جلوی در ورودی خونش در بثستا مورد اصابت قرار گرفت و 45 دقیقه بعد در بیمارستان جونش رو از دست داد. بلفیلد بلافاصله با یه ماشین کرایه‌ای به مونترال در کانادا فرار کرد و از اونجا سواری هواپیما به پاریس شد که از پاریس به ژنو در سوئیس بره. با وجود اینکه اف بی آی اونو شناسایی کرده بود، ولی اون بدون مشکل با پاسپورتش وارد سوئیس شد. درخواست ویزای بلفیلد به وسیله کنسولگری ایران در ژنو ابتدا رد شد، اما بعد از چندین روز تلاش و تماس‌های تلفنی احمد خمینی با تقاضای او موافقت شد. بلفیلد بعد از ورود به ایران به بازیگری در سینما روی آورد. اون با استفاده از اسم مستعار در فیلم قندهار نقش آفرینی کرد که در فستیوال فیلم کن روی پرده سینما رفت. چهره بلفیلد هنگامی که در فیلم ریش مصنوعی خودش رو در آورد شناسایی شد. دیدن چهره قاتل بر روی پرده سینما برای خانواده طباطبایی بسیار دردناک بود. So every day I have to put this on and pull it off. بدتر از اون، بازی بلفیلد در نقشی بشر دوستانه ناراحتی خانواده طباطبایی رو بیش از پیش تشدید کرد. بیا کهار، اینون بگیر. روز سه نوبت. پلیس مونتگومری در گفتگوی تلفنی به ما گفت که پرونده بلفیلد همچنان بازه و حکم دستگیری او به جرم قتل عمد هنوز پابرجاست. از ترور علی اکبر طباطبایی میشه به عنوان اولین تروری که به وسیله یک گروه اسلامی در آمریکا انجام شد نام برد. قتل طباطبایی آخرین ترور انجام شده به وسیله جمهوری اسلامی در آمریکا بود، اما روند این ترورها در کشورهای اروپایی همچنان ادامه پیدا کرد. موج ترورهای پیاپی علیه مخالفان و فعالیت حکومت در اوایل دهه 60 به صورت نگران کننده در اروپا ادامه داشت. 4 سال از مرگ شفیق و همچنین حمله به بختیار گذشته، اما ترورها یکی بعد از دیگری همچنان پاریس رو به شهری ناامن برای مبارزان و مخالفان حکومت تبدیل کرده. گروه مرگ بار دیگه به فرانسه فرستاده شد تا در روز روشن و بدون هیچ ترسی از مجازات دست به کار بشه. هدف این بار ارتش بود غلامعلی اویسی بود. اویسی فرمانده نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی و همچنین فرماندار نظامی تهران در روزهای حکومت نظامی بود. در یک عصر سرد زمستانی، ارتش بود اویسی و برادرش غلام حسین در یکی از مراکز خرید شلوغ پاریس ترور شدند. شلیک در سر از فاصله نزدیک به وسیله فردی که به کمک همدستانش به سرعت صحنه را ترک کرد. غلام حسین اویسی برادر ارتش بود اویسی هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشت و آخرین سمتش شهرداری یکی از مناطق بود. به عبارتی اون فقط به خاطر اینکه همراه ارتش بود اویسی بود جون خودش رو از دست داد. گروه لبنانی اسلامی جهاد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و با صراحت اعلام کرد که مخالفان حکومت همچنان هدف ترورهای مکرر اونها خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی سخنگوی مجلس شورای اسلامی وقت یک روز بعد از کشته شدن اویسی این موفقیت رو به صورت آشکار به تروریست‌ها و مردم ایران تبریک گفت.
ترورهای خارج از ایران تنها روی رهبران، مخالفان و شخصیت‌های اصلی رژیم شاهنشاهی متمرکز نبود. اینطور به نظر می‌رسید که هر کسی و به هر طریقی مخالفتی با جمهوری اسلامی داشت، می‌تونست هدف این ترورها قرار بگیره. After explosion in central London. Investigations are still continuing into the cause of an explosion in West London today which killed one man and injured 13 others. Police say they're keeping an open mind on the cause of the blast at an Iranian-owned video shop near Kensington Palace. Special branch and anti-terrorist squad detectives know that the shop wrecked in yesterday's explosion produced and sold a mass of anti-Khomeini propaganda, much of it in the form of amateur videos which were smuggled into Iran. Many of these highly irreverent attacks on the regime were produced by Reza Fazali. رضا فاضلی، هنرمندی که به مبارزه علیه حکومت روی آورده بود، هدف بعدی گروه مرگ بود. فاضلی که قبل از انقلاب در رشته بازیگری در ایران فعالیت هنری می‌کرد، بعد از تغییر رژیم ایران را ترک کرد. ایلگر پیر پلیدی عقل مردم را ربود. در سال 1986 فاضلی ساکن لندن بود و در محله کنزینگتون فروشگاه فرهنگی هنری KVC رو تأسیس کرد. مغازه رضا فاضلی دقیقاً همینجا قرار داشت، جایی که الان کافی شاپ استارباکسه. فروشگاهی که فاصله کمی با کنسولگری ایران در لندن داشت و همچنین مرکزی بود برای گردهمایی‌های مخالفان. فاضلی در مدت زمان فعالیتش بیش از 50 ویدیو منتشر کرد که مهمترین اونها واریته آخوندی بود که به تمسخر عوامل حکومتی می پرداخت. ویدیوهایی به تهیه کنندگی او و نقش آفرینی جمعی از بازیگران که در دسترس ایرانیان سراسر جهان قرار می گرفت. جهانگیر افشاردوست از دوستان نزدیک فاضلی ماجرای روز 23 اوگست سال 1986 رو اینجوری تعریف میکنه. من منزل بودم، دیدم که نیوز فلش اومد که در کنزینگتون یه انفجار رخ داده. Kensington High Street has now been sealed off for almost 8 hours as explosives experts from Scotland Yard's anti-terrorist squad sift through the rubble in the building and examine every particle of the debris strewn across the road by the blast. بلافاصله اومد تو مغزم که ممکنه مال مغازه رضا باشه. تلفن کردم برایش، تلفن قطع بود. بعد تلفن کردم به اون کمیست روبرو، گفتش که آره منفجر شده. فهمیدم مغازه چه. در ابتدا حدس بر این بود که نشتی گاز باعث چنین انفجاری شده. For the moment, everything leads to a gas explosion. The explosion appeared to take place in the basement down below street level. It would appear to have been a gas explosion, but I've still got a very open mind. Police sniffer dogs were at the scene, and gas board officials began sifting through the piles of debris. Though the shop itself was not connected to mains gas, the police now believe a gas leak nearby is the likeliest explanation. اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی انفجار بمب در زیرزمین فروشگاه بود. Lunchtime today, Scotland Yard detectives finally had enough evidence to establish it was a bomb and not a gas leak. The anti-terrorist squad have now taken over the inquiry. این بار اما تیر به هدف نخورد و فاضلی جون سالم به در برد، اما انفجار باعث کشته شدن پسرش بیژن و مجروح شدن 13 نفر شد. اشاره رفتن انگشت اتهام به سمت و سوهای مختلف به سرعت شروع شد، در حالی که دوستان رضا فاضلی حکومت ایران رو مسئول اصلی این بمبگذاری می‌دونستند. اما کنسولگری ایران تمام اتهامات رو رد کرد و این بار اونها فاضلی رو متهم به ساختن بمب برای حمله به کارمندان کنسولگری کردند. And the penalty for seeing one of these video in Iran is death. Well, perhaps they want to stop me to not to make it or to not to see it. Somebody came to get me, and just by accident, I was not here. They got my son. موقعی که پسرش اینطور بدجور قطع شد،
و رضا دید بچه رو، ولی از درون مرد رضا فاضلی. با اینکه هیچ کس مسئولیت این بمب‌گذاری رو بر عهده نگرفت و افراد اصلی پشت این حمله هیچ وقت دستگیر نشدند، فاضلی همچنان به فعالیتش علیه حکومت ادامه داد و سالهای آخر عمرش رو در لس آنجلس سپری کرد و همچنان علیه حکومت اسلامی فعال بود. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا موضوع این قتل رو در مجلس انگلستان مطرح کردند، اما هیچ جواب قانع کننده ای از طرف دولت بریتانیا ارائه داده نشد. حتی پلیس متروپولیتن لندن هم از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه قتل بیژن فاضلی همچنان به صورت سوالی مبهم و حل نشده است، هر گونه افشای اطلاعات منجر به لو رفتن منابع اونها خواهد شد. اما 3 سال بعد، این بار یک شهر اروپایی دیگه، وین، داشت میرفت که شاهد یک تاکتیک کاملا متفاوت با ترورهای قبلی باشه. هدف عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. حکومت اسلامی تونسته بود که حزب دموکرات کردستان ایران رو سرکوب کنه، اما قاسملو همچنان امیدوار بود که بتونه فعالیت‌های این حزب رو از سر بگیره. قاسملو به همراه دستیارش عبدالله قادری آذر و پروفسور عراقی به نام فاضل رسول جلسه مخفیانه ای را در وین با حضور نمایندگانی از حکومت ایران به منظور از سر گرفتن مذاکرات با ایران برپا کردند. به دلیل اینکه حزب دموکرات کردستان ایران هنوز به صداقت حکومت ایران در این مذاکرات شک داشت، قاسملو این جلسات رو از دیگر اعضا پنهان نگه داشت. 3 نماینده از طرف حکومت ایران، سهرارودی، کارشناس اطلاعاتی در حوزه کردستان، به همراه مصطفی مصطفوی، فرماندار مناطق کردنشین ایران و امیر منصور بزرگیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی محرمانه با قاسملو و همراهانش بودند که قاسملو، قادری آذر و پروفسور رسول جا به جا به ضرب گلوله کشته میشن. کمانه یکی از گلوله ها سهرارودی رو زخمی میکنه. سهرارودی به پلیس گفت مردی که صورتش رو پوشونده بود بعد از شکستن در وارد اتاق شد و به سمت همه شلیک کرد. اما تحقیقات پلیس ویژه اتریش هیچ آثاری از شکست شدن در پیدا نکرد. اونها اضافه کردند که ترور سرشار از نشانه های حضور عوامل حکومت ایرانه. سهرارودی به سرعت آزاد شد، چرا که حکومت ایران به دولت اتریش اعلام کرد که ممکنه جونش در خطر باشه و به مقصد ایران پرواز کرد. مصطفی هم از صحنه فرار کرد. بزرگیان هم دستگیر شده بود که او هم به سرعت آزاد شد. کاوه موسوی، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، در این باره گفت بزرگیان که اول گفته بود که من اصلا اونجا نبودم، رفتادم مکدونالد بخرم که بعد پلیس ادعایشون رو قبول نکرد، بهشون بازداشت شدم ولی بعد تحویل سفارت ایران دادنش. وقتی پرونده شروع شد به طور جدی پیگیری کردنش، معلوم شد که ایشون نقشی در این کار داره و متاسفانه دولت اتریش با اسکورت پلیس ایشون رو فرستاد به فرودگاه و ایشون از فرودگاه با هواپیمای ملی ایران برگشت ایران. تلویزیون ایران اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی در جلسه حضور داشتند که مورد حمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. حدود 5 ماه بعد دادگاه حکم دستگیری متهمان در محدوده خاک اتریش و اروپا و ترکیه رو صادر کرد. اما این در حالی بود که متهمان قبل از صدور این حکم به راحتی به ایران رسیده بودند. حکومت ایران بدون شک اقدامات دولت‌های اروپایی رو زیر نظر داشت. بریتانیا در دستگیری عوامل بمب‌گذاری فروشگاه فاضلی ناموفق بود. اتریش تمامی مظنونین ترور در وین رو آزاد کرد و فرانسه هم بعد از موجی از ترورهای پیاپی تروریست محکوم به حبس ابد انیس نقاش رو آزاد کرد.
عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های اتریش و فرانسه حکومت جمهوری اسلامی را تشویق کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری نقشه حذف فیزیکی مخالفان خودش رو در خارج از کشور پیاده کنه. اواسط تابستون سال 1370 شاپور بختیار به همراه منشی خودش سروش کتیبه برای دومین بار در خونه‌ای که پشت سر من می‌بینید مورد سوء قصد قرار گرفتند و این بار عاملان ترور به هدف خودشون رسیدند. بختیار نقل مکان داده بود اما همچنان زیر نظر و محافظت پلیس زندگی می‌کرد. این بار هم مثل ترور وین، حکومت ایران تصمیم گرفت که از اسلحه اعتماد به جای تیر و تفنگ استفاده کنه. فریدون بویراحمدی فرزند یکی از دوستان مورد اعتماد بختیار که بعد از رابطه نزدیک چند ساله برای او حکم فرزندش رو داشت، به همراه عوامل سازمان اطلاعات ایران، علی وکیلی راد و محمد آزادی به دیدن بختیار رفتند. محافظان بدون هیچ شک و شبهه‌ای به دلیل همراهی بویراحمدی اجازه ورود دادند و هر سه وارد خانه بختیار شدند. علی شاکری رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی و دوست قدیمی بختیار ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه. کسی که به نام محمد آزادی بعداً معروف شد با اسم مستعار، البته او یک ضربه بسیار شدید کاراته میزنه به گلوی دکتر بختیار و بعد برای اینکه دکتر بختیار به کلی کشته بشه رگ‌هاشو با یک چاقوی که روی میز بوده پاره میکنه و خفش میکنه. بویراحمدی بعد از رسوندن آزادی و وکیلی راد به قطاری به مقصد سوئیس ناپدید شد. وکیلی راد و آزادی بعد از رسیدن به دریاچه ژنو در سوئیس از هم جدا شدند. آزادی متواری اما وکیلی راد دستگیر شد و به فرانسه برگردونده شد. وکیلی راد در کاخ دادگستری پاریس محاکمه شد. بر اساس رأی دادگاه قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی و برنامه ریزی انجام شده بود. او به حبس ابد محکوم شد اما در اردیبهشت ماه سال 1389 آزاد شد و وقتی به ایران برگشت با استقبال رسمی دولت مردان جمهوری اسلامی مواجه شد. نزدیک به یک سال بعد از ترور بختیار، این بار شهر بن در آلمان شاهد اتفاقی غم‌انگیز شد. هدف خواننده کاریزماتیک، مجری خلاق و شاعر و نویسنده‌ای که در فعالیت‌هاش قبل از انقلاب قلب میلیون‌ها ایرانی را با هنرش به دست آورده بود. فرخزاد بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. فرخزاد شجاعانه روی صحنه از سران حکومت اسلامی انتقاد می‌کرد. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ فرخزاد در روز ششم اوت سال 1992 با 37 ضربه چاقو در دهانش و همچنین بریده شدن زبان و سرش به قتل رسید و بدنش در دریایی از خون رها شد و بعد از 3 روز به وسیله پلیس پیدا شد. تصاویر نشان دهنده محل سکونت فرخزاد در بن بیانگر حمله‌ای وحشیان است. علامت‌گذاری پلیس روی فرش اتاق نشیمن نشون میده که فرخزاد در حال آماده کردن غذا برای مهمانانش بوده. حدس پلیس این بود که 3 نفر در ترور فریدون فرخزاد دست داشتند. اما چون هیچ کس دستگیر نشد، پرونده بسته شد و سوال‌های بسیاری تا به امروز بی جواب مونده.
گروه‌های مرگ با خیالی راحت‌تر در بزرگترین شهرهای اروپایی به کارشون ادامه می‌دادن. اما اینها همه در شرف تغییر بود. از همینجا گوشه‌ای ساکت و آرام در شهر برلین در یک شب تابستانی. دو رگبار مسلسل شلیک شد. شیون می‌کردم و التماس و دعا می‌کردم که همسرم زنده بمونه. این باعث شد دادگاه جدی رو به ایران بفرسته. تمام تصمیم‌ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می‌گرفت. ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا همچنان ادامه داشت. از جمله ترور مخالفان در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین در کشور آلمان. یادبودی که اینجا میبینید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان همین عملیات تروریستیه. هدف دکتر صادق شرفکندی که بعد از ترور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران شده بود. میکونوس رستورانی در گوشه خلوتی از خیابون‌های برلین برای جلسه‌ای در مورد مشکلات کردهای ایران انتخاب شد. فتاح عبدالی، همایون اردلان، نوری دهکردی و همچنین پرویز دستمالچی از دیگر فعالان سیاسی بودند که به شام اون شب دعوت شدند. ساعت حدود 10:45 شب بود. دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و صحبت بر سر مسائل ایران و کردستان اینا بود. من روم این ور بود. اینی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف صورت این ببینم چی میگه. تو همین فاصله دیدم دو تا پای قوی اومد اینجا بین من و اون پشت سرمون وایساد. نگاه همینطوری رفت به طرف بالا که ببینم کی اومده. یک چیزی اومد جلو صورت من مسلسل بود و به طرف شرفکندی شروع کرد به تیراندازی کردن. من خود مسلسل رو ندیدم ولی پوچه هایی که میپرید از توش بیرون میافتاد میدیدم. من همین که این مسلسل اومد جلو صورتم چشمم به صورت این مسلسل چی افتاد، به طور غریزی جهیدم عقب، با صندلی جهیدم عقب، افتادم زیر یه میز رو با شکم. همین که من افتادم فتاح عبدالی که سمت چپ من نشسته بود تقریبا به فاصله 2 ثانیه اونم افتاد همونجا زیر میز، ولی دهنش پر خون بود و آخرین نفسها رو میکشید. درست صورت در صورت من زیر میز. من دیگه تکون نمیخوردم. دو رگبار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد. تو اون لحظه‌ای که سکوت شد من از همونجا که افتاده بودم زیر میز این نگاه هم آوردم بالا به طرف اونجایی که این مسلسل چی ایستاده بود، بینم رفتن نرفتن بدون که تکون بخورم. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت. به همین فوری از مغزم گذشت که این نفر دومه، چون نفر اولی رو که من دیدم لباس مشکی به تن نداشت، که به طرف شرفکندی داره تیر خلاص میزنه. همایون اردلان که بعد از دو نفر اون طرف تر نشسته بود، این 3 گوله خورده بود، افتاده بود زمین، بیهوش شده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و اینی که کلت میزد رفت بالا سرش، یه دونه زد تو شقیقه اون که بعد فرار کردم. هیئت ویژه‌ای توسط دولت آلمان برای بررسی ترور میکونوس برپا شد. اثر انگشت روی مسلسل‌ها
منجر به دستگیری بعضی از اعضای اصلی پشت این ماجرا شد. عباس حسین رایل، لبنانی، کاظم دارابی، ایرانی و یوسف امین، دیگر لبنانی این گروه، سه نفر از دستگیر شدگان بودند. ببینید، اولین کسی که در رابطه با نقش ایران حرف زد امین بود. از سیر تا پیاز رو تعریف میکنه برای پلیس و در رابطه با نقش ایران حرف میزنه، ولی میگه اصلا نام ایران هیچ جا نباید بیارید. بنابر از اطلاعاتی رو که امین میده، میرن خونه دارابی رو پیدا میکنن و بعد میرن خونه اون یکی، خونه تیمی رو در شمال برلین پیدا میکنن و در اونجا اثرات انگوش و غیره اینها رو پیدا میکنن. بعد از اون دارابی رو دستگیر میکنن و بعد اطلاعاتی رو که در رابطه با اینها بیرون میاد این استش که رایل و امین در سال 1984-85 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه سپاه پاسداران تعلیمات تروریستی داده بودن به مدت 6 ماه و کاظم دارابی مأمور اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران ایران بود. پلیس جنایی به منزل ما اومدن و من رو با خودشون بردن به یک منطقه‌ای که یک سری از دوستانمون رو از جمله آقای دستمالچی و اینا بودن که از اینا سوال و جواب کرده بودن. من توی راهروی اون اداره مربوط به امور جنایی آقای دستمالچی رو از دور دیدم که با چشمای اشک‌آلود و گریه کنان به طرف من اومد و من اونو بغل کردم و همش میگفتم چی شده چی شده، نوری زنده است یا زنده نیست؟ فقط منو بغل کرد و گریه میکرد و من میتونستم نوری فوت کرده ولی نمیتونستم به شوهر بگم. گفتم نه چیزی نشده، نوری زنده است. نتونست به من بگه که اینجور شده. در این میان علی فلاحیان رئیس وقت وزارت اطلاعات طی سفر مخفیانه به آلمان سعی میکنه تا دیداری داشته باشه با اشمیت باور وزیر امنیت این کشور تا از روند پیشرفت پرونده جلوگیری کنه. وزیر دادگستری آلمان به دادستان پرونده میکونوس نوشت که نباید اسمی از حکومت اسلامی برده بشه و به این ترتیب بود که حکومت ایران بار دیگه از زیر بار محکومیت قصر در رفت. اما این دیدار برای مدت زیادی مخفی نمیمونه و مطبوعات آلمان این خبر رو جنجالی میکنند. آقای اشمیت باور وزیر اطلاعات و امنیت آلمان در برابر دادگاه چون سوگند خورده بود گفت که بله ایشون اومده بود و از ما میخواست که دستگیر شدگان رو آزاد بکنیم. میگفت ما کمک کردیم که گروگانهای آلمانی در دست حزب الله لبنان آزاد بشن، شما هم به عنوان تلافی باید اینا رو آزاد بکنید. و بعد آقای اشمیت باور میگه که من بهش گفتم ما نمیتونیم دولت آلمان کاری بکنه به دلیلی که این مسئله قوه قضایی است و در آلمان ما نمیتوانیم در امور قوه قضایی دخالت بکنیم. دادستانی کل آلمان در صدد دستگیری وزیر سازمان اطلاعات ایران بود که مسئولیت دیپلماتیک فلاحیان مانع از انجام این اتفاق شد. یک روز قبل از شروع محاکمه، دادگاه برلین از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته بود. حزب الله به دنبال این بود که امین اعترافاتش رو پس بگیره و دولت ایران رو از ترور میکونوس مجزا کنه. به همین خاطر خانواده او گروگان گرفته شد تا امین مجبور به تن دادن به خواسته اونها بشه. با تمام فشارها و تاکتیک‌های گوناگون و بیشماری که از طرف حکومت ایران وارد شد، دادگاه میکونوس در روز 28 اکتبر سال 1993 ساعت 9 صبح شروع به کار کرد. حمید نوذری فعال سیاسی ساکن برلین توضیح میده که دخالت حکومت ایران
چطور در روند دادرسی تاثیرگذار بود. حدود جوان 1996 قرار بود که دادستانی فدرال کیفرخواست آخر خودش رو اعلام بکنه و دادگاه حکم خودش رو اعلام بکنه و تموم بشه، که یک بار اعلام کرد که چند شاهد که تاکنون غیر قابل دسترسی بودن در ایران حاضر به شهادت هستند. این باعث شد دادگاه یه عده‌ای رو به ایران بفرسته و به چند ماه عقب بیفته مسائل اون. اما 3 سال بعد از شروع دادگاه، نقطه عطف دیگه‌ای در جریان محاکمه اتفاق افتاد. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران که امروز در تبعید به سر می‌بره، شاهدی رو به دادگاه معرفی کرد که از او به عنوان شاهد سی نام برده شد. او یکی از افسرهای اطلاعاتی ایران با تخصص در عملیات مخفیانه بود. مقام امنیتی برجسته جمهوری اسلامی آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه این شهادت رو داد. گفت که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود، تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گرفت. سرانجام 4.5 سال بعد از حادثه برلین در آوریل سال 1997 هیئتی 5 نفره شامل 5 قاضی رأی نهایی را صادر کردند. حکم دستگیری علی فلاحیان به عنوان چهره اصلی مسئول در صدور دستور ترور میکونوس صادر شد. حکمی که از همکاری او و دیگر عوامل عالی رتبه حکومت اسلامی پرده برداری کرد و بالاخره بازماندگان واقعی میکونوس به آرامشی نسبی رسیدند. و چون دولت جمهوری اسلامی پشت این ترور بود، این عملیات به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد. امین به 11 سال زندان محکوم شد. دارابی و رائل هر دو به حبس ابد محکوم شدند. اما بعد از 10 سال آزاد شدند و به ایران و لبنان برگشتند. عبدالرحمن بنی هاشمی از دیگر اعضای شرکت کننده در ترور وحشتناک میکونوس بود که موفق شد به ایران فرار کند. اون به صورت غیابی در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شد، اما در ایران مورد تشویق قرار گرفت و به عنوان پاداش یک دستگاه مرسدس بنز به او هدیه داده شد. امروز عبدالرحمن بنی هاشمی مشغول به فعالیت تجاری پرسودی در ایرانه. بعد از محکومیت فلاحیان و معلوم شدن نقش دولت ایران در ترور میکونوس، تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردند و بعضی از سفرهای ایرانی هم از اروپا اخراج شدند. برای اینکه روابط ایران و اروپا از سر گرفته بشه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاح طلب جانشین رفسنجانی شد و با مطرح کردن موضوعاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها چنین وانمود کرد که فصل تازه‌ای در روند اداره مملکت آغاز شده. انتظار می‌رفت پس از محکومیت دولت ایران در دادگاه برلین، ترورهای مخالفین در خارج از کشور دیگه اتفاق نیفته. اما پس از چند سال وقفه، ترورها دوباره از سر گرفته شد. Twee keer toe heeft de Iraanse staat de afgelopen jaren liquidaties uitgevoerd op Iraniërs in Nederlandse woonwijken. In november vorig jaar is in Den Haag de Iraanse Ahmad Molanisi vermoord. 6 people have been arrested in conjunction with the alleged attack, including the Iranian-Belgian couple that was found with the explosives in their car. De Iraanse overheid zit achter 2 moorden die hier in Nederland zijn gepleegd. Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevlucht Mohammad Reza Kolahi Samadi was. De Europese Unie heeft mede op verzoek van Nederland sancties ingesteld tegen Iran. Well, this alleged plot was to kill the leader of the Danish branch of an Arab opposition group. Whole Europe backing up new sanctions towards Iran, and I'm very happy that we ended up in that conclusion today. Those people wanted to commit a terrorist attack at a conference held by an organization
that opposes the Iranian government. An Iranian diplomat from the Austrian embassy was detained in Germany, and three people were held in France. The European Council has renewed the designations on the EU terrorist list. Two Iranian individuals and one Iranian government entity were added to the list in response to recent failed attacks on European soil. Persons, groups, and entities on the list are subject to the freezing of their funds and other financial assets. تفاوت این ترورها با ترورهای قبل از میکونوس این بود که این بار قاتلی نه از عوامل مستقیم جمهوری اسلامی بلکه از باندهای مافیایی اجیر شده توسط رژیم بودند. از زمان روی کار اومدن روحانی ترورهای دیگه‌ای هم در خارج از ایران اتفاق افتاده که اگرچه نقش جمهوری اسلامی در اونها هنوز توسط دادگاهی ثابت نشده، اما ردپای حکومت ایران در این ترورها دیده میشه. اقدامات اخیر تروریستی علاوه بر قتل و سوء قصد به آدم ربایی مخالفین خارج از کشور هم کشیده شد. عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ایران داشته. حکومت ایران تا به امروز در ذهن بسیاری از کشورهای دیگه جهان یک حکومت تروریستی به شمار میاد و شهروندان ایرانی در نتیجه این اقدامات با محدودیت‌های مسافرتی و بازرگانی متعددی روبرو هستند.